مری جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو با ما همراه هستن. آقای جاودانفر، به نظر میرسه که هشدارهای آمریکا ناشی از اینه که واشنگتن میدونه پاسخ اسرائیل سخته. شما نظرتون چیه؟ بله، واقعا این نگرانی وجود داره که جواب اسرائیل به خاطر کشتار این بچه هایی که ما دیدیم در مناطق جولان میتونه واقعا جنگ رو تشدید بکنه. و به نظر میاد که این نگرانی هم وجود داره که جمهوری اسلامی ایران الان بخواد دوباره بخواد وارد جنگ علیه اسرائیل بشه. و در حال حاضر آمریکایی‌ها به دنبال این هستن که تنش رو محدود بکنن، که تنش بین اسرائیل و حزب الله بقیه منطقه رو واقعا آتش نزنه. چون آمریکا الان اولویت‌های مختلفی داره، با وجود اینکه آمریکا از اسرائیل دفاع کرد در حملات شب 13 آپریل، حملات جمهوری اسلامی ایران، آمریکا ترجیحش این هستش که دوباره جنگ شعله آور نشه و تشدید نشه، چون آمریکا میخواد تمرکز بکنه روی مشکلات دیگری مانند اوکراین و مانند چین. و در حال حاضر اولویت دولت آقای بایدن به نظر میاد که این جنگ کنونی حماس با اسرائیل رو پایان بده و به دنبال این نیستش که دوباره یک جنگ بزرگ گسترده بین اسرائیل و حزب الله به وجود بیاد، که شاید دوباره جمهوری اسلامی ایران هم وارد بشه، که اون واقعا میتونه جنگ رو گسترده تر بکنه. چون این دفعه احتمالش وجود داره که اگر جمهوری اسلامی ایران دوباره با موشک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد، این دفعه اسرائیل دوباره بخواد جواب مقابله به مثل بده و اسرائیل هم بخواد با موشک و پهپاد و نیروی هوایش به قلمرو حکومت جمهوری اسلامی ایران حمله بکنه، که این واقعا میتونه تبدیل بشه به یک جنگ تمام عیار بین، نه فقط بین اسرائیل و حزب الله، بلکه بین اسرائیل و حکومت ولایت فقیه. پزشکیان قبل از مراسم تحلیف با رهبران فلسطینی دیدار کرده، به حمایت از اونها تاکید کرده، توی خبر رو داشتیم. دلیل این اصرار برای دیدارهای متمادی و تاکید بر حمایت از گروه‌های مقاومت به نظر شما چیه؟ اگه بخوام از دیدگاه آقای پزشکیان بخوام این مسئله رو نگاه بکنم، ببینید آقای پزشکیان خودشون گفتن بعد از انتخابات که اگر به خاطر رهبر ایران نبود، نتیجه‌ای که صندوق رای شاید واقعا ما نتیجه واقعی رو نمیدونستیم. آقای پزشکیان پیروزیش رو مدیون آقای خامنه‌ای هستش، اینکه رای درست شمارشش درست بود. آقای پزشکیان اینکه شورای نگهبان ایشون رو اجازه داد که تایید صلاحیت کرد که ایشون بتونه در ریاست جمهوری شرکت بکنه، آقای پزشکیان مدیون آقای خامنه‌ای هستش، ایشون سرباز آقای خامنه‌ای هستن کاملا و تمام میشه گفت ریاست جمهوری خودشون رو الان اگه آقای پزشکیان بخواد واقعا هر کاری بخواد بکنه، الان واقعا شدیداً به حمایت آقای خامنه‌ای احتیاج داره. چون همونطور که می‌دونیم در ایران کسانی که میخوان با تحریمات ادامه بدن، کسانی که میخوان با سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران ادامه بدن، خیلی قدرتشون بالاتر هستش و بدون آقای خامنه‌ای، آقای پزشکیان کاری نمیتونه بکنه. ایشون کسی نبودش که قدرت و تأثیر و دوره برای خودش داشته باشه، شبکه‌های خودش رو داشته باشه. ایشون کسی هستش که تمام کارش الان بستگی با آقای خامنه‌ای داره و ایشون داره سعی میکنه آقای خامنه‌ای رو راضی نگه داره. سپاسگزارم از شما، مهر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل، همراه ما بودید.